به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. خبر خوشی که همه منتظر آن بودند پس از 2 سال به وقوع پیوست، افغانستان انترنشنال می نگارد. کنسولگری افغانستان در دبی تحت کنترل طالبان خبر داده است که شرکت هوایی فلای دبی پروازهای خود به افغانستان را از 24 عقرب از سر می گیرد. رسانه های طالبان هم گزارش دادند که شرکت فلای دبی روزانه 2 پرواز به افغانستان خواهد داشت. شرکت هوایی فلای دبی تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. این شرکت هوایی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در 1400 پروازهای خود به افغانستان را متوقف کرد. کنسولگری افغانستان در دبی تحت کنترل طالبان نوشته است که این شرکت هوایی پس از تلاش های مقامات طالبان پرواز به افغانستان را از سر می گیرد. این کنسولگری شروع دوباره پروازهای فلای دبی به افغانستان را اقدام بسیار مهم و حیاتی خوانده است. رئیسی و بن سلمان درباره جنگ حماس و اسرائیل گفتگو کردند. همزمان با درگیری شدید و مرگبار میان حماس و اسرائیل، رسانه های ایرانی گزارش دادند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر سر درگیری غزه گفتگو کردند. این در حالی است که بامداد امروز پنجشنبه دست کم 51 نفر دیگر در غزه طی حملات هوایی رژیم اسرائیل کشته شدند. بر بنیاد گزارش رسانه های ایرانی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی درباره درگیری بین اسرائیل و حماس رایزنی کردند. این نخستین تماس تلفنی میان رهبران دو کشور پس از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک است. دو کشور اخیراً با اعزام سفیر رسما روابط دیپلماتیک خود را به بالاترین سطح ارتقا دادند. رسانه های ایرانی میگوید که آقای رئیسی در این تماس به ولیعهد عربستان گفته است که باید مانع از وقوع جنایات جنگی در غزه شد. در این حال خبرگزاری دولتی عربستان SPI نیز گزارش داده است که ولیعهد عربستان هم در این گفتگو تاکید کرده که ریاض همه کانال های بین المللی خود را برای جلوگیری از وخامت اوضاع و افزایش درگیری به کار خواهد گرفت. این رسانه عربستانی افزوده است که محمد بن سلمان هم تاکید کرده است که غیر نظامیان نباید هدف این عملات قرار گیرند. حملات حماس که مورد حمایت ایران است درست در زمان اتفاق افتاد که عربستان و اسرائیل به عادی سازی روابط خود نزدیک شده بودند. برخی رهبران حماس و ایرانی گفتند که این حملات پاسخ به عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل است. علی‌رغم این حملات و تاکید عربستان بر حق فلسطینی ها برای مبارزه با اشغال، اسرائیل گفته است که همچنان مشتاق عادی سازی روابط با عربستان سعودی است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه در یک نشست با رهبران یهودان گفت: من مدت بسیار زیادی در این کار بودم، اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین چیزی ببینم. تصاویر تایید شده از سربریدن کودکان توسط تروریست ها. او تاکید کرده است که تصاویری از خشونت وحشتناک و شیطان دیده که به مراتب از آنچه پیشتر توسط داعش در عراق و سوریه دیده شده بود هولناکتر است. بایدن میگوید: سربریدن کودکان توسط حماس را دیدم، کاخ سفید ندیده است. این در حالی است که ساعت بعد از انتشار سخنان جو بایدن مبنی بر این که او تعدادی از تصاویر از خشونت وحشتناک و شیطانی دیده که به مراتب از آنچه پیشتر توسط داعش در عراق و سوریه دیده شده بود هولناکتر از کاخ سفید گفته است که رئیس جمهور آمریکا شخصا چنین تصاویری را مشاهده نکرده است. بایدن از زمان وقوع حمله حماس بارها بر حمایت همه‌جانبه از اسرائیل تاکید کرده و نوهای جنگی آمریکا به کمک اسرائیل فرستاده است، تصمیمی که با هشدار روسیه و واکنش تند ترکیه روبرو شده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.